个啊，最后一个，五五二一。А Валя со мамой сюда. یعنی انرژی این سه تا اول صبح دیگه فکر نمی کنن این مسیر دربند رو باید برن بالا و انرژی بذارن برای اون موقع. فرزانم که اینجا زخ کرده بود، برف طوری زخ کرده بود که اصلا انگار نه انگار هفته قبلش ما برای تولدم رفتیم پیست آبلی و اونجا کلی برف دیده. با درود خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و غم از دلهای قشنگتون دور باشه. امروز جمعه است، تهران برف اومده و ما تصمیم گرفتیم برای تفریح، عکاسی و برف بازی بیایم دربند. ابتدا تو میدون تجریش رفتیم به سمت بازار تجریش، بازار رنگی. مقداری تو بازار تجریش قدم زدیم و حس و حال خوبی داره اینجا. هر میوه و سبزیجاتی بخوای، حتی خارجی، انواع مختلف رو میتونی اینجا پیدا کنی. اینم اسکیموی شماست. انقدر خودمو پوشونده بودم که توی فیلم خندم گرفته بود. تو سرمایی هم به خاطر اینکه سرما هم نخورم دیگه پیشگیری کامل کردم که راحت بتونم برف بازی کنم. من برم خدمت شما. چند تا؟ 48. ما دوباره از داخل بازار برگشتیم به سمت مترو تجریش و اینکه ماشینای دربند جلوی مترو تجریش میستن. روزای عادی کرایه ماشینا 10 تومان برای هر نفره، ولی امروز چون هوا برفی بوده و سرد بوده قیمت رو برده بودن بالا و نفری 25,000 تومان میگرفتن که برای برگشتش هم شما باید دوباره نفری 25,000 تومان بدین. منظره زیبای درختان برفی این خیابون که میره به سمت میدون و شما وقتی به میدون برسین سمت چپتون کاخ سعدآباده. کاخ سعدآباد برای هر نفر، اگه بخواین تمام موزه ها رو ببینین، نفری 50,000 تومان و برای افراد خارجی و توریستا نفری 450,000 تومان هست. ولی اگه بخواین داخل باغ فقط عکاسی کنین و گردش کنین و منظرهای زیبای درختای برفی رو ببینین، 5,000 تومان ورودیش. اگه دوست داشتین میتونین برام کامنت بذارین که در ویدیوهای بعدی کاخ سعدآباد رو بهتون نشون بدم. رسیدیم به دربند. از این قسمت باید کوهپیمایی کنیم بریم بالا و من رستوران و منظرهای زیبا رو بهتون نشون میدم. دو تا خواهر که دوقلو بودن. روزای عادی آش دوغ و آش رشته 50 تومان کاسه ای، ولی باز هم امروز هوا برفی بود، قیمت ها هر کدوم و یک کاسه 70,000 تومان هست. یه نکته خیلی مهمه که وقتی میایین اینجا باید لباس مناسب و کفش مناسب بپوشین.
فرزانه جون کفش مناسب نپوشیده بود و همون ابتدا آب رفته بود تو کفشش و پاهاش یخ کرده بود. از ابتدای مسیر تا بالا تمام رستوران کافه هست و شما میتونین از بحر خونش استفاده کنین. قلیون دارن برای افرادی که خیلی شدیداً وابسته به قلیون هستن، ولی برای کسانی که میخوان خورده اقتصادی تر انجام بدن و زیاد خرج نکنن، تفریح هم کرده باشن، میتونین این وسائل رو حتی چایی و ساندویچ درست کنین خونه و با خودتون بیارین که نخواهیم مثلا وقتی گشنه شدیم میخواهیم خیلی هزینه کنیم. برای دوستانی هم که اهل کباب هستن، جوجه کباب هستن، قیمت ها رو من گذاشتم بهتون نشون میدم، همه رو لیست شده، میتونن از رستوران های مختلف اینجا استفاده بکنن. فرزانه جون تو یه روز برفی عالی جای همگی خالی. گربم با دوستان خوبه ما بایی رب خیلی بسته. دوستان من پیج اینستاگرامم رو این بالا میذارم، اگه دوست داشتین خوشحال میشم که فالو کنید.
این مسیر رو خیلی دوست دارم. دقیقاً کوه چسبیده بود به رستوران و یک کوچه خیلی باریک درست کردن به سمت بالا که یک طرف صخره است و یک طرف دیگه رستورانه. اینجا تمام قیمت ها هست، براتون فیلم گرفتم که کامل نگاه کنیم و با قیمت ها آشنا بشیم. دیزی هم روزای عادی 80 ولی این دفعه 100 بود. یه گروه دوستانه باحالم دیدیم. و بالاخره اسکیموی ما رخ نشان داد. اینجا هم به قازا و اردک ها نون دادم که از توی دستم نونو بگیرن و بالاخره موفق شدم.
این یکی به جای اینکه نون بخوره داشت با ناخونم بازی میکرد، فکر میکرد ناخونم نونه. اینجا زوج کره‌ای بودن که از رستوران باغ بهشت خوششون اومده بود و عکس و فیلم می‌گرفتن. و خلاقیت عالی این رستوران که آدم برفی بزرگی درست کرده بودن و هر کی رد میشد میومد داخل رستوران با این آدم برفی عکس و فیلم میگرفت مثل ما. و شیطنت های همیشگی من که دست تو دماغ مجسمه ها و این دفعه هم آدم برفی در امان نبود دست من. خلاصه که به ما خیلی خوش گذشت، فقط قسمت کفش فرزانه بود که به خاطر اینکه اذیت نشه مجبور شدیم زودتر بیایم خونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین، دوستتون دارم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی دیگر، بدرود.